سلام مهدی، نوبخت هستم از هنرآمیز.com و جلسه هفتم آموزش فارسی بلندر رو آغاز میکنیم. تو این جلسه میخواییم با ابزار لوبکات آشنا بشیم و از اون استفاده کنیم در پروسه مدلینگ. پس اولین ابزاری که میخواییم مورد بررسی قرار بدیم ابزار لوبکات هستش. حالا اگر به حالت ادیت مود بریم، میبینیم که با زدن دکمه تب و رفتن به حالت ادیت مود، این تولز ابزارهایی که این کنار وجود داره در واقع تغییر میکنه. تب رو اگر بزنم میبینیم که ابزارها تغییر میکنه به ابزارهای ویرایش آبجکت و در واقع دسترسی به ما میده به ابزارهایی که میتونیم از اون برای مدل سازی استفاده کنیم. اولین ابزاری که میخوایم مورد استفاده قرار بدیم لوب کات اند اسلاید هستش. کاری که لوب کات انجام میده این هستش که میاد و در سری پشت سر همه صفحات لبه ایجاد میکنه. حالا اگر فیس رو بزنم به عنوان نمونه، اگر لوب کات رو فعال کنم و در این قسمت قرار بدم، میبینید که در واقع خط صورتی رنگ یا بنفش رنگ اینجا ایجاد میشه که جهتی که قرار هست لبه ایجاد بشه رو به وسیله اون مشخص میکنه. اگر اینو در جهت دیگه قرار بدم، میبینید که در واقع پریویوی که به ما نشون میده یا خطی که به ما نشون میده در اون جهت قرار میگیره. پس با توجه به جهتی که ما قرار بدیم، با توجه به جهتی که در واقع موز رو قرار بدیم، لبه ها رو برای ما ایجاد میکنه یا حلقه لبه ها رو ایجاد میکنه. حالا اگر ما این قسمت رو دقت کنیم، این که کاری که انجام میده این هستش که اگر این صفحات رو در نظر بگیریم، این صفحات در امتداد هم قرار گرفتن یا به صورت پشت سر هم هستن و کاری که لوب کات انجام میده این هستش که میاد و در روی این صفحات پشت سر هم در واقع لبه ایجاد میکنه. برای انتخاب صفحات به این صورت میتونیم از راست کلیک و با پایین نگه داشتن Alt و راست کلیک در واقع روی یکی از لبه ها این کار رو انجام بدیم. به عنوان نمونه اگر روی این لبه Alt و راست کلیک رو بزنم به این صورت انجام میشه و اگر روی این لبه انتخاب در این جهت صورت میگیره. پس یکی از ابزارهای انتخاب ما در واقع انتخاب حلقه صفحات هستش. با استفاده از این میتونیم حلقه صفحات رو انتخاب کنیم با پایین نگه داشتن Alt و راست کلیک. Alt و راست کلیک. Alt و راست کلیک در این جهت هم میتونیم انجام بدیم. بسیار خب، پس لوب کات کارش همین هستش که میاد و با توجه به در واقع این صفحات پشت سر هم برای ما لبه ایجاد میکنه. میبینید که زمانی که ابزار رو فعال میکنیم، این خط صورتی رنگ در مرکز فاصله بین دو تا سطح قرار میگیره، در فاصله بین دو تا گوشه یا در مرکز صفحات قرار میگیره. اگر فعال کنیم ابزار رو با زدن دکمه در واقع با چپ کلیک کردن، حالا باز هم هنوز ابزار فعال، ما میتونیم با جابجایی موس محل قرارگیری این لبه ها رو مشخص کنیم، لبه هایی که پشت سر هم ایجاد میشه. پس با جابجایی میتونیم محل قرار گرفتن این حلقه لبه ها رو مشخص کنیم. حالا به عنوان نمونه کنترل زد بزنم و بیام اینجا زد رو بزنم. شورتکات مربوط به این لوب کات همونطور که اگر موس رو روی اون نگه داریم میبینید که کنترل و آر هستش. با کنترل و آر در واقع لوب کات فعال میشه. حتما این شورتکات رو به خاطر بسپارین چون بسیار پرکاربرد هستش. پس کنترل آر رو میزنم و کلیک میکنم، کلیک چپ و جابجا میکنم و اون رو در این محل قرار میدم. میبینید که در واقع به سرعت برای من این لبه ایجاد میشه. حالا میتونم بیام سراغ حالت ورتکس ها رو میتونم انتخاب کنم. میخوام این قسمت پشت رو دیلیت کنم فعلا چون به اون قسمت نیازی نداریم. پس میام بی رو میزنم یا border selection و این قسمت پشت رو انتخاب میکنم. برای دیلیت کردم میتونیم از دکمه دیلیت یا ایکس استفاده کنیم. هر دو در واقع کار میکنه. دکمه ایکس در واقع نزدیکتر است به دست چپ. دکمه ایکس رو میزنم تا این منو باز میشه. ببینید که در واقع حاوی یه سری حالت‌های مختلف است. اگر حالت ورتکس رو انتخاب کنم، ورتکس هایی که انتخاب هست و در واقع صفحه هایی که مرتبط به اون ورتکس ها هست هم پاک میشه. اگر حالا بزنم ورتکس رو، ببینید که تمام ورتکس ها و صفحات متصل به اونها پاک میشه. اگر تنها حالت فیس رو انتخاب کنم، فقط صفحه ای که انتخاب کردیم در واقع پاک میشه. ما اینجا میخوایم حالت ورتکس باشه. پس ورتکس رو میزنیم یا در واقع ورتیسز رو میزنیم تا اون قسمت پاک بشه به این صورت. تو این جلسه با ابزار لوب کات آشنا شدیم. حالا برای اینکه بحثمون در مورد لوب کات کامل تر بشه، به حالت آبجکت مود میام، یه آبجکت جدید در اینجا قرار میدم. به عنوان نمونه این UV اسفیر رو اینجا قرار میدم، جابجاش میکنم در اینجا. تب رو میزنم تا حالت اسکیل در واقع ادیت مود بریم. اسکیل رو میزنم تا بزرگتر بشه. ای رو میزنم
تا در واقع از حالت انتخاب خارج بشه. حالا اگر توی اینجا بیایم و یک بازدن کنترل آر لوپکات رو فعال کنیم که همون اتفاق میفته، توی صفحه‌ای که پشت سر هم قرار گرفتن برای ما لبه ایجاد میکنه. با استفاده از اسکرول موس یا با چرخوندن اسکرول موس ما میتونیم تعداد تقسیمات رو کنترل کنیم. به عنوان نمونه ما میتونیم اگر اسکرول رو بچرخونیم به سمت بالا تعداد تقسیمات رو به این ترتیب افزایش بدیم. تعداد تقسیمات رو اینجا میتونیم ببینیم، در حال حاضر 6 تا هست. همین ترتیب میتونیم کم یا زیاد کنیم با چرخوندن اسکرول موس و میبینی که در واقع چقدر سریع میتونیم تعداد لبه ها رو تغییر بدیم و نیاز به تنظیم پارامتر خاصی نیست. حالا اگر کلیک کنیم در واقع برای ما 6 تا لبه ایجاد میشه و با جابجا کردن میتونیم محل قرار گرفتن اونها رو مشخص کنیم. میبینی که زمانی که این لبه ها رو ایجاد میکنیم، چون این شیء ما به صورت منحنی هستش، تو این قسمتی که لبه ها ایجاد شده لبه ها تقریبا تخت ایجاد شده، کاملا میبینی که لبه ها تخت ایجاد شده و منحنی آبجکت رو حفظ نکرده. با استفاده از این گزینه اسموت میتونیم منحنی آبجکت رو بیایم و در واقع تعریف کنیم، با توجه به انحنایی که وجود داره این رو تنظیم کنیم. پس کاری که انجام میده با استفاده از این میتونیم انحنا رو، انحنای مربوط به این آبجکت رو در واقع مشخص، انحنای مربوط به لبهای جدید ایجاد شده رو مشخص کنیم. به عنوان نمونه اگر یک رو در نظر بگیریم، اینجا کاملا با همون انحنای آبجکت ما در نظر گرفته میشه و این هم بسیار کاربردی است. این پارامتر فاکتور رو هم که در واقع میتونیم برای جابجایی استفاده کنیم به این ترتیب. حالا گزینه‌های دیگه هم داره که فعلا دیگه وارد بحث اونها نمیشیم، فقط در همین حد کفایت میکنه. پس با زدن کنترل و آر رفتن به حالت ادیت مود و کنترل و آر در واقع میتونیم لوپ کات رو فعال کنیم یا لوپ کات رو میتونیم از این قسمت فعال کنیم. با استفاده از اسکرول میتونیم تعداد تقسیمات یا تعداد لبه‌های حلقه لبه‌ای که ایجاد میشه رو مشخص کرد و با کلیک کردن و بعد جابجا کردن موس میتونیم محل قرار گرفتن رو کنترل کنیم و با استفاده از اسموتنس هم در واقع میتونیم میزان نرم شدن یا حفظ انحنای لبه ایجاد شده رو مشخص کنیم. بسیار خوب، این رو پاک میکنم. تو این جلسه پس اومدیم و با لوپ کات آشنا شدیم و دیدیم که چقدر میتونه برای ما کاربردی باشه. تو جلسه بعد میریم سراغ ابزار اکسترود که در واقع میتونم بگم مهمترین ابزار مدل سازی پلیگان هست. در واقع تو این روشی که ما استفاده میکنیم اسمش روش پلی اکستروژن هست که بسیار پرکاربرده. پس تا جلسه بعد، خدا نگهدار. میتونید سوالات خودتون رو در گروه پرسش و پاسخ هنرآمیز مطرح کنید. فعلا خدا نگهدار.